به نام خداوند خرد و روشنایی، عرض سلام و حرمت با حضور یکایک از شما بینندگان نهایت ارجمند و گرانقدری که در سر تا سر جهان از شبکه جهانی امید 24 برنامه نوبهار را شامهای پنجشنبه از ساعت 7 الا 8 به وقت تورنتوی کانادا تماشاگر هستیم. اجازه بدین اولتر از همه به شما آرزوی صحت و سلامت و سعادت و برخورداری از تمام نعمتهای الهی آرزو ببرم، استدعا بکنم و خالصانه ترین محبت ها را و خالصانه ترین عشق هایی که ما را به هم گره بزنه حضور شما نثار بکنم. در آغاز برنامه اول تر از همه با تأسف و تأثر تمام اطلاع گرفتیم که یک تن از بزرگان این شهر، یک تن از فعالین اجتماعی و مذهبی این شهر و یک تن از شخصیت هایی که همواره در خیر و مسائل غم و شادی یکایک از هموطنان مضایقه نکردن، دریغ نورزیدن و سهم خود را در طی زمانه ها در این شهر بجا کردن و چند روز پیشتر داعی اجل را لبیک گفتن، جنرال فقید کریمی که واقعا با آشنایی که همه هموطنان این شهر ما با فقید جنرال صاحب داشتن، جنرال کریمی با مناعت طبع و با علو همت و پشتکار و خاصتاً در ممیزه های اجتماعی و پیوندهای باهمی هم در مراکز مذهبی این شهر و هم در مراکز اجتماعی این شهر سهم بسزای خود را ادا کردند و فرزندان صالح و برومند را هم به جامعه تقدیم کردند. روح و روان جنرال فقید کریمی شاد باد و قرین غفران ایزدی و آمرزگار حقیقی و از بهشت برین و نعمات اخروی مزین باد. و عرض تسلیت دارم حضور یکایک از اعضای محترم خانواده، وابستگان، عزیزان و همه خانوار بزرگ جامعه افغانی که در فقدان فقید کریمی همه در اندوه تمام نشستن و جنازه و فاتحه از طریق تلویزیونی جهانی امید 24 که اعلان میشه، امیدوار هستم سهم هموطنان ما در بزرگداشت مراسم تدفین و مراسم فاتحه سهم خود را هموطنان عزیز ما به پاس خدمات ارزنده فقید کریمی به جای بیاورند. و انا لله و انا الیه راجعون. اما طور از اروپا خبر رسید که استاد عبدالقیوم نیرو لطیف، یک تن از بنیانگذاران ورزش بوکسینگ در افغانستان، جا و داعیه اجل را لبیک گفتن و به جاودان پیوستن. و ورزش دوستان و شاگردان این فقید با تمام سعی و تلاش فقید نیرو لطیف را در ورزشکارای افغانستان، در سپورت افغانستان و در خاصتاً در بوکسینگ و رشته بوکسینگ افغانستان یک نام جاودان است که هیچگاه
فراموش هواداران ورزش افغانستان، شاگردان فقید و همه کسانی که دلبسته امو اخلاق ورزشی ای فقید بودن، او را همواره به یاد خواهد داشتند. یادوارهایش جاودان باد و اعضای محترم خانوادهشان عرض تسلیت داریم و ورزشکاران و بنیاد ورزشکاران آنتریوی کانادا و عمیق‌ترین و تأثیرات خود را بنابر فقدان امی اسطوره سپورت و اسطوره بوکسینگ افغانستان به خانوار بزرگشان تقدیم داشته و به خانوار از سپورت افغانستان و ورزش افغانستان از اینجا تا افغانستان عزیز و اروپا عرض تسلیت داره و به شادی روحی از او درود و دعا و تحیات می فرسته. و از طرف انجمن ورزشکاران آنتریو هم روز یک شنبه از ساعت 9 تا 11 در مسجد شریف امت نبوی فاتحه برگزار میشه. از تمام عزیزان ورزش دوست کانون ورزش شهر آنتریوی بزرگ صمیمانه دعوت به عمل می آوریم تا به پاس بزرگ داشت روح فقید نیرو لطیف سهم خود را بجا بکنن و در اتحاف دعا با همگان شریک شوند. روحشان شاد و یاد و خاطرهایشان جاودان باد. با عرض سپاس در بخش هایی که اولتر از همه بنابر تغییرات یک سلسله عمده و یا جزئی که در برنامه های امید 24 تصمیم اتخاذ شده و بنابر علاقمندی مفرد تمام بینندگان برنامه نوبهار و اصرار مؤکدشان که ما بنابر ضرورت‌های اجتماعی، بنابر کمبودهای مسائل اجتماعی و طرح و کاوش مسائل اجتماعی و مشکلاتی که جامعه به او روبرو هست و هم در بخش‌های فرهنگی و بخش‌های معرفتی باید نقطه تمرکز اصلی کارها و تلاش‌های بی‌دریغانه خود را باید عیار بسازیم. به همین مناسبت تصمیم گرفتیم که سر از هفته آینده برنامه‌های ما رنگ و به اصطلاح متبلور و گوشه‌های سیاسی را کمتر و حتی هیچ نخواهد داشت و تمرکز زیاد ما و عطف توجه اصلی ما به همون منوالی که در روز اول که حضور شما می رسیدیم به عرض رسانیدیم که خطوط عمده نشراتی بخش نوبهار اکثرا و میزه های فرهنگی هست، اجتماعی هست و بعض هم مسائل معرفتی هست که ما زیادتر کوشش میکنیم که بنابر ضرورت‌ها، بنابر ثوابدید و بنابر اصرار مؤکد خالصانه محبت آمیز شنونده‌های عزیز ما از سر تا سر جهان که ما باید در بخش‌های اجتماعی زیاد تأکید بورزیم و بخش‌های اجتماعی و مشکلات روزمره اجتماع را، وسائل باهمی را، چگونگی مسائل خانوادگی را و بسا مسائل فرهنگی را و به نامورترین شخصیت های تاریخی، سیاسی و عرفانی و ادبی ما تمرکز بکنیم که امیدوار هستم با امی بضاعت کمی که ایگوینده شما سزاوار هست ما بتانم امی چکیده ها را، امی جسته گریخته ها را حضور شما سرهم بندی بکنم و او را به حضور شما بنابر کمبود و خاصتاً برای آشنایی بیشتر نسل جوان خود ای را تهیه و ترتیب بکنم تا از داشته ها و افتخارات ما
از تاریخ‌های پر افتخار گذشته نیاکان ما، از کارکردهایشان و از بسا مسائل سیاسیشان و بسا کتاب‌هایی که به زیور چاپ آراسته میشه، او را به شما به معرفی بگیرم و در بخش‌های عرفانی و معرفتی هم در این دنیای سرسام آوره که همه زلده و خسته و به اصطلاح با روح پژمرده و روانهای زلده و کاسته شده از تلاطم روز و تلاش‌های روز، کمی هم چاشنی‌های عرفانی را و به ذوق‌های مختلف حضور شما پیشکش بکنیم که ما از گنجینه‌ها، افغانستان عزیز ما، حوزه خراسان ما و آریانای بزرگ ما همواره بسیار غنی و بسیار ممد کار است و بسیار باعث افتخار است که ما میریم از بطن تاریخ و از قلب تاریخ آنچی شایسته و بایسته حوزه جغرافیایی دیروز ما که بنابر غفلت ما، بنابر غفلت ما و تنبلی ما به دیگران و دیگرانی که آزمند هستند و دیگرانی که به اصطلاح قطاع و طریقی فرهنگی شعارشان است، از ما داشته های ما را می رو باین و ما نباید در این مورد خاموشی و سکوت اختیار بکنیم. به روال برنامه که به ادامه پیوسته به گذشته خود که در این شب و روز اما چطور که بعد در برنامه قبلی هم حضور شما به عرض رسانیدم، شطارت های امپریالیزم جهانخوار طماع امریکا که در بند کشیدن و استثمار نمودن جهان امروز یک کتاز حوزه و جهان خود را تلقی میکنه، با تمام استبداد نظامی و استبداد انحصار اقتصادی میخواهد تمام امتیازات جهان را به قمانده خود و به ید قدرت خود داشته باشه. مسئله ایران اما طور که به عرض رسانیدیم و قتل رسانیدن سلیمانی و موضوعات عکس العمل های بعد سلیمانی، مظاهرات عظیم و گسترده ایران و مردم شریف ایران و عکس العمل های آقای ترامپ امریکا و باز هم در آخرین دقایقی که سانحه بار بود، غم انگیز بود، ماتم برانگیز بود و جهان را به شور آورد، امی کشته شدن به هدف گرفتن سرنشینان تیاری بود که از طرفی که امروز حبس و گمان زده می شد، ولی امروز بنابر اعتراف دولت مدارای ایران که گویا موشکی که به خطا رفته و اشتباه انسانی تلقی شده جان عده کثیر از زن و مرد و طفل و بهترین کادرهای تخصصی را جانهایشان را گرفتن که امی 176 معصوم بیگناهی که از سراسر جهان و زیادترین هم از کانادا رفته بودن بر دیدار اقارب که دیده به دیدار اقارب روشن بکنن، بیخبر از سانحه ها، بیخبر از فتنه ها و بیخبر از زدوبندهای استخباراتی مورد هجوم مرگبار و سیلاسای یک موشک زمین به هوای ایران مورد هدف قرار میگیره و همه یک سر به شعله و به کام آتش و شعله های آتش خرد و خمیر میشن. انعکاسات عکس العمل ها و واکنش های عزیزان هموطن ما و ایرانیان غم زده، ماتم زده و اونایی که جگرگوشه های خود را و نهال های امید خود را در این تهاجم غیر انسانی از دست داده بودند، ماتم بزرگ در جامعه ایرانی ما در کانادا برپاست که تسلیت عمیق ملت و مردم افغانستان نثار یکایک از عزیزان
همزبان و همسایه ایرانی ما باد که از فتنه های آخوندی و از فتنه های ولایت فقیه بیخبر بودن، با امو احساسات سرسام آور در مورد مرگ سلیمانی که هدف امریکا قرار گرفته بود به جاده ها ریختن و به اساس حس میهن پرستی خود تانستن که از امی دولت با هر عنوانی بود که تمجید بکنن، ولی دیدین که بعد از این حمله مرگبار راکتی به این تیاره اوکراینی یکسر شعارها دگرگون شد، یکسر عقده ها کفید و عقده ها ترکید و همگی به خیابان ها ریختند و مرگ بر ظالم، مرگ بر ولایت فقیه سر دادند و گفتند که سپاه بی کفایت و عامل قتل ملت یا دانشجو بیدار است، از سید علی بیزار است، توپ و تانک اشکاور دیگر اثر ندارد، سپاه جنایت می کند، رهبر حمایت می کند. وقتی این عکس العمل این درد رسیده را به جان ایرانیان عزیز دیدیم، باید حق بتیم که اونا امطور یک دولتی را که قربانی میشه مردمش و نه تنها از آلاک از دیرباز و این طرف در زیر ریش سیاست مدارانه آخوندی بدون جنگ و با جنگ عده زیاد از ایرانیان جان باختند و هموطنان عزیز ما هم در صفحات مجازی گفتارهای به اصطلاح به همدردی و گفتارهای به نیکوهش و ستایش هم از هموطنان عزیز ما دیدیم و خواندیم و شاهد بودیم. در این سانه های جانگداز همه حق و دین تاریخی خود را ادا کردند، اهم از همسایه ها و جهان، خاصتا صدر اعظم جوان کانادا جاستین ترودو که با تمام عمق احساس خود و عمق تشریک مساعی خود و از ته دل بر روایت کرامت انسانی خود و امو جایگاه دموکراسی را که در جهان کانادا توسط صدر اعظم جوان خود تمثیل میکنه در گوشه گوشه کانادا رفت و در تمام کمیونیتی های ایرانی ها حضور به هم رساند، اشک ریخت، ماتم داشت و سیمای گرفتهش میرساند که صدر اعظم با تمام احساس خود، با تمام احساس بشرخواهی خود و انسان دوستی خود از واقعه شدیداً متأثر هست، متعلم هست و بازخواست از این را از سردمداران ایران خواستار است و اولین صدایی را که با شهامت در جهان و با مسئولیت کشید جاستین ترودو بود که گفت که این عمل یا اشتباه یا سوی قصد از طرف ایران موشک نظر به اطلاعات دقیق ما به این تیاره اوکراینی اصابت کرده و باعث جان باختن عده کثیر از زن و مرد و شهروندان کانادایی قرار گرفته. ولایت به ولایت کانادا این صدر اعظم در مراسم سوگواری اشتراک کرد و این حلف وفاداری را یاد کرد که من دنباله این جنایت را ماندنی نیستم، پیگیر خواهم بود، مطمئن باشین که شما در کنار ما و ما در کنار شما با این غم و اندوه وارده ما با هم هستیم. و شهرداری ها هم در گوشه و اکناف کانادا و ایالت های کانادا و خاصتا آنتریوی بزرگ هم به این مناسبت دروازه های دلجویی را، دروازه های سوگواری را باز کردند و به ایرانیان عزیز عرض تسلیت گفتند. عده از هموطنان عزیز ما هم در این مسائل بعضن به واکنش های به اصطلاح با دلسوزی های عاطفی مواجه شدند
عده ای از هموطنان ما مدعی از این بودن که ما را به مسائل داخلی ایران هیچ وقت صلاحیت و اجازه نداریم که در مسائل داخلی ایران به اصطلاح مداخله بکنیم، یا ایست که زیاده از حد اشک بریزیم یا سوگواری بکنیم. چقدر ایرانی ها با افغان ها مراوده های داشتن که با فراز و فرود ها و فراز و نشیب ها هم توأم بوده، ولی حالت های موجود ملت ایران یک سوگواری هست که این خاصتاً برای اونایی که دلها و سینه های فراخ دارن. شاید عده از تنگ نظران برادران ایرانی ما در قبال حوادث خونبار افغانستان سطحی نگر بودن و گویا تنبه به تمسخر گرفتن. این جفاهای دولت مدارای ایران در حق افغانهای مهاجر ما در ایران این ناگفته پیداست. این ظلم صریح که دولت مدارای ایران به نام انسان و به نام اسلام از مسلمانهای بی بضاعت افغانستان کردن، با وجود آن که ادعا می کنن که ما 2-3 میلیون مهاجر افغان را در خاک خود پناه دادیم و از اونا استقبال کردیم. ما به همی تناسب، به همی یکسانی، هم از دولت پاکستان و هم از دولت ایران تشکر و سپاسگزار هستیم که در همی حالات غمبار و سانحه های جانگداز افغانستان اینا پناهگاه امن برای عده مهاجرین بی سرپناه ما میسر کردن. از این بابت مشکور و ممنون هستیم. ولی به همه حالت در چنین حالات انسانی ما با همگی دلسوزی تمام و ابراز عاطفه و ابراز سوگواری مشترک داریم. بگذارین اگر کسانی دولت مداران ایران با پوزخندها و ریشخندهای هم به جانب ملت افغانستان و مردم افغانستان گاه نظر کرده باشند، ما با عمو احترام به اصل کرامت انسانی و حقوق مدنی و شهروندی و گذشت پرمسامحه انسانی خود ما این درد را ما احساس میکنیم و اظهار تعلم میکنیم و اظهار همدردی میکنیم. اما عده از هموطنان ما که گویا نوعاً دولت مدار ایران را حق به جانب میبینه و جفاهای امریکا را هم، عده از هموطنان ما گلایه بری کردن که هیچ کسی در مورد امریکا، جنایات امریکا در تمام دول اسلامی، ما همواره عظمی روزنه و عظمی دریچه در تحلیل ها و در برداشت های سیاسی خود عند الموقع این موضوعات را، این فجایع امریکا را با تمام شرکای جرمش برملا کردیم. وقتی مداخله سریعی که در امور عراق کرده، در امور سوریه کرده، در امور یمن و لبنان کرده و در مورد افغانستان کرده، ای از هر و من از شمس است، ای آفتاب از اینا، آفتاب سوزانی که افغانستان رو جهان اسلام را سوختانده، این ناگفته پیداست و این هیچ کس منکرش نیست. ولی در چنین حالات دولت مدارای ایران هم با امو اختناق سیاسی، با امو استبداد مذهبی تا که تانستن مردم ایران را در گرو گرفتن، با چماق تکفیر زدن، به هزارها شهروند امروز در زندانها بنابر اظهار آزادی بیان و بی سرنوشتی مواجه هستند. بعد از وقفه عرض حرمت دارم دوباره حضور شما. باید به عرض برسانم که مسائل افغانستان همونطور که قبلا به عرض رسانیدم در یک چهارراه، در یک کورگاه، در یک معبر
خطرناک حالات سیاسی خود را با تمام دستاندازی ها، بی سرنوشتی ها و سردمداری امریکا به سر می برد و در چنین حالات زخمی دیگری بر افغانستان زدن و حالات همسایه اگر متشنک می شد و بحران در ایران و یا پاکستان آتش در می گیرد، ما در او حالتهای نیستیم که از این آتش مبرا باشیم. ما با هزار چالش های درونی مواجه هستیم، ما با هزار گریه های ناکشوده سیاسی، اقتصادی، مذهبی در داخل خاک خود مواجه هستیم. ما هنوز با مدیریت سالم دولت مدارای خود هنوز مشکلات عدیده ملت و مردم ما دارد. فساد، فحشا، ارتشا و موضوعات کذب و بهتان و موضوعات استفاده از استخبارات، نوع قتل‌های فردی، قتل‌های جمعی و مسائل انتقام‌گیری‌های سیاسی، جانبی، گروهی، قومی، مذهبی افغانستان را ببینیم که در این شب و روز با تالاب بی‌امنی‌ها و انواع وقوع فجایع و جرائم سنگین سر دوچار کرده. هیچ کس نمی‌داند که کی با کدام جرم یک روز مؤاخذه میشه، به زندان فرستاده میشه و بار دیگر عمو شخص باز هم تقدیر میشه، تمجید میشه و بر ردهای بالای مدیریتی نصب میشه. هیچ کس با امی تصمیم های عجولانه دولت هیچ کسی سر در نمیاره و صفحات مجازی پر از جنایت های وارده بر جان ملت هست. از این جنایت ها نادیده گذاشتن و باز هم به مصلحت ناگفته ها را پنهان داشتن، کتمان کردن، این خود جنایت عظیم روشن فکری است. این خود جنایت عظیم است که در حق ملتی که توقع از ما دارن تا پرده ها را بالا بکشیم، تا جنایت ها را برملا بکنیم، تا روشنگری ها را، جرقه های روشنگری را در این به اصطلاح مغاک تیری بدنام سیاسی روشن بکنیم. اینجاست که وظیفه روشنفکر، وظیفه روشنگر و اونایی که با مسئولیت تمام داد از تمامیت ارضی کشور عزیز میهن به جانورآور افغانستان میزنن باید دانسته باشن که هیچ وقت این صداها نباید خاموش شود. عده ای از هموطنان ما بسیار بی‌باورانه، بسیار مسائل را بی‌باورانه و حتی به این صداها هم امیدوار هستند که به جای نمی رسه. این صداها بیهوده به هوا می پراگنند و هیچ به جای، ولی شما به یقین کامل ما بر شما اطمینان میتونم که رسانه ها رکن اعظم یک تحول و تغییرات اساسی و بنیادی در جهان هست و رشته های تمام تغییر و تحول و دگرگونی ها و روشنگری ها از طریق امی رسانه های دیداری و شنیداری و نوشتاری میگذره. ما این مراحل روشنگری را ولو مؤثریت ایجاد نکنه، ولی ما در دراز مدت ما میبینیم که این روشنگری ها، این صداها، این فریادها، این انتقادها میبینیم که روز تا روز کارگر است. ولو امو ظالم، ولو امو دکتاتور، ولو امو مستبدی که در راس قدرت هست، باری هم برده ها و چاکرها و غلامای زرخرید خود را حداقل روزگاری وظیفه خواهد داد تا ببینن در رسانه ها عکس العمل از اینا چی هست. روزگاری که هاشم خان جلاد ظالم انسان ستیزی که ملت را در بند تحقیر و توهین و کشتار و شکنجه و ظلم گرفته بود، باز هم استخبارات ناکام و بدنام خود در او عصر و زمان که گویا زبان رسایدهی امی چهارراهی یا امی سر چوک کابل بود میفرستاد که
برو ببینین که امی ایلچی ها و خبر رسان هایشان می رفتن که مردم از آوازه های مردم در سر چوک کابل در مورد حکومت و دولت چی هست و چی میگن، تا حتی اونا هم در امی حراس از رسانه ها و از افواهات و از شایعات و از عکس العمل های مردم بودن. ولی روز تا روز که امروز رسانه ها به حیث رکن اعظم چهارم قدرت در جهان قدرت نمایی میکنه، و در افغانستان اگر امین رسانه ها نمی بود، ما از بسا مسائلی که در حق ملت جنایت های فراوان رفت، اما تشت رسوایی جنایتکاران از بام افتید. تا وقتی که رسانه ها افشا نکرده بودند، تا وقتی که رسانه ها برملا نکرده بودند، هیچ عامه ملت، هیچ امی ملت گوسفندی ما، امی امت ناشنوای ما و امی به اصطلاح رعیت سراپا تسلیم ما هیچگاه نمی دانستن که این قهرمانان دروغین باد کرده چگونه میانتهی هستن، چگونه زد و بندها دارن، چگونه ظالمانه زالووار خونهای هموطنان را میکنن. و امی رسانه ها بود که ارقام تمام ایسایه های و آمار جنایت ها و دارایی های عده از مکاران و دغلکاران و ظالمان امی چهار دهه و یا امی بیست بیست و چند سال اخیر را برملا کردن و مادوار و شماروار گفتن که کی در کجا به چی نوعه سرمایه های هنگفت خودش، اولادش و اقاربش چگونه با سرنوشت مردم بازی میکنه. حتی اقل امی حراسه، امی تلنگره در جان عده از خائنین انداخت که امروز خائنین یک و یک. این دولت نیست که خائنین را مهار میکنه، این صدای رسای مردم از طریق امی دریچه های رسانه ها هست که دولت را وادار میکنه. وگرنه دولت سالهاست با امی یاغیا، با امی مردمانی که چور و چپاول کردن، از هر جهتی که بودن، از هر جناهی که بودن، اینا به اصطلاح در پهلوی خود اینا را پرورانیدن، اینا را به حیث مهره های کاذب در دست خود داشتن و تمام دارایی های هست بود افغانستان را که از جهان به تگدی و به انواع بدنامی های هویت افغانستان رفته بود آوردن و خوراک اینمی جانیان، اینمی قطاع و طریقان، اینمی کسایی که در رده های بالای چه در وقت آقای کرزی و عمالش و سرسپرده هایش و نوکران و اجیرانش که تا امروز در گوشه های دنیا باز هم به حیث ای بابای دروغین لعنت شده مردم و ملت، حیف نام زیبای کابل که او را به نام بدنام کرزی و میدان هوایی کابل یا خوجرواش کابل را به نام بدنام شهره آفاقی که از سر و پای خودش و تمام خانوادیش لجن فساد میباره، او نام فرودگاه کابل را به نام به اصطلاح آقای کرزی مسما کردن. این شرم باد بر اونایی که این جنایت را در تاریخ مرتکب شدند. بسیار نام آورا داشتیم، بسیار مشاهیر بزرگ داشتیم، بسیار شخصیت های بزرگ تمام اقوام افغانستان منصوب به می بزرگا هستن، به می نامورا و نامدارا هستن. سزاوار بود که اون نامدارا باید زیب عنوان مکاتب دانشگاه ها و خیابان ها می شد، نه چهره های مفلوک زرخرید نوکری که امروز او ادعا می کنه که امریکا با ما جفا کرده. مگر تو با جهان جفا کردی؟ تو در حق ملت آقای کرزی جفا کردی؟ تو در حق ملت مظلوم جنایت کردی، خیانت کردی؟ تو دست نشانده های خود را
تو اولین بار کمرش بعد از خود بسته کردی. تو بودی که با مصالحه و مفاهمه با تمام جنایتکاران دوره خود، امروز که دود از دمار ملت میکشن، این مارهای زهرآگین در آستین تو تربیه شده، ولی امروز آمدی باز هم به حیث یک موره مخوف و بسیار خطرناک CIA باز هم ادعا میکنی که امریکا امریکایی بود که در امو تیاره و در امو هواپیمایی که تو و عده با تو یک جای در افغانستان دیسانت شد، امروز و از تو نگهداری کرد امی امریکا و پاسدارانش تو را از نیمروز و از کجا و کجا و از دشتهای سوزان آورد و رئیس جمهور در بنساخت. اینمی امریکا بود، امی ولی نعمت بود که امروز تو از او ناسپاس هستی. به هر صورت اوضاع کشور و اوضاع حوادث خونین می رسانه که افغانستان امید هست، گرچه بسیار ناامیدی ها چیره می شه، ولی با همواره امیدوار هستیم که امید بردیم که تحول دگرگونی بازنگری در امی قدرتی که تا امروز بی‌شرمانه نتانستن یا بادارایشان نخواستن اعلام نتایج انتخابات بکنن و شاید شرم‌آگین‌تر از این در تاریخ نبوده باشه که از یک ملت 36 میلیونی یک کسی با 800 هزار یا 900 هزار یا اگر تقلب و دسیسه و فساد را بکشیم با 700 هزار رای، این دو رهبر، این دو شریک جرم باز هم برگرده ملت با کدام نیت با کدام شهامت اینا باز برگرده ملت باید حیثیت رهبر و پیشوا و بابا را داشته باشند. با احترام به اونایی که به اینا ایمان بی خدشه دارن، به اینا باورمندی بی خلل دارن و به او روشن فکرهایی که دو دسته بنابر تعلقات سمتی، زبانی، قومی، مذهبی، به اینا دو دسته خود برچسب بزنن و در گوشه و اکناف جهان تبلیغات آنچنانیه که شایسته کرامت انسانی و دانش و علم و منطقشان نیست این کار را میکنن، با احترام به دیدگاهشان، ولی دیگران هم حق اعتراض را همیشه بر خود محفوظ نگاه داشته و گفته های که در این شب و روز مسائل بعض حکمها و فتواها و بعضی دستورهای از جانب شیوع بنیادگرایی در افغانستان پیش از حضور طالبان برای خوشامد برای طالبان و توسط مهرهای اصلی طالبان، اما مهرهایی که از جبر و از ترس و از خوف طالب با خلطه های سیروم به تهران و مشهد و اونجا پناهنده بودن و رفتن تا تاشکند از زیر طالب و اینا امونای هستن که دوباره برای احیای قدرت خود و احیای سلطه خود و احیای امارت خود دوباره گوشه و اکناف افغانستان را با خطوط بنیادگرایی کشنده دوباره میخواین زنده بسازن و یک حکومت جداگانه موازی را در افغانستان اعلان بکنن. در این مورد ما استدعا میکنم از تمام علمای جید افغانستان، علمای روشنگر افغانستان، علمایی که به دین خدا و به دین پیغمبر دلسوز هستند، نگذارن و حیای حضور ربانی بکنن که نگذارن اسلام عزیز در چنگال خوناشام بنیادگرایی افرادگرایی کشنده و یا اسلام سیاسی که صادر شده بر جان ملت قبل از اینکه طالب چیره شود، داعش چیره شود، داعشوار و طالبوار و
فتواهای غیر شرعی، غیر اسلامی و باز هم خنجر زهرآگین به جان زن مظلوم افغانستان. عمو زن مظلومی هست که با تنفس با هوای بسیار اندک آرزو داشت، امید داشت و امید پرورانید که مگر با امی هوای تازه اگر تنفس بکنم و از آزادی انسانی بهرمند باشم. و دیگر سیطره های مرد سالاری و حکومداری مرد سالاری و جبر و اختناق و ظلم یک انسان به نام مرد از طریق دریچه مذهب و دین بر جان امو مظلوم ساری و تاری نشد. اونایی که ای جبر بری جنس لطیف که امروز بی بضاعت است و این معصومی که پاک است و اینایی که از جنس مریم هست بر جان از اینا آنچنان حکمهای بسیار جاهلانه قرون وسطایی روا می دارند که حیف است که جلودار از این علمای کرام ما، علمای با مسئولیت ما، دین مدارایی که آرزو دارند دین ستیزی در جهان کمه و فروکش بکنه و دیگر تبرها دسته های مخالفین و معاندین دین در سرتاسر جهان به نام بهانه هایی که بر زن تراشیدن و از زن میخواین یک بت بسازن که فقط سرتاپای ازی در رسم جاهلیت آراسته باشه و اظهار نظر نکنه و او از خود اراده نداشته باشه و او از خود تمکین و کرامت انسانی خود نکنه. اینجاست که باید رد پای طالب از همیال با یک مقاومت سرتاسری هم علمای دین، هم روشنگران دین و هم روشنفکران متعهد و با رسالت. این دریچه های کاذب افرادگرایی که بسیار بیداد میکنه و همه میدانند که رشته ها در کجا بسته هست. این امپریالیسم، این خون آشامی که این به نوع استثمار و استعمار نوین میخواین از دین حربه بسازن، میخواین دین را به حیث حربه استمرار قدرت خود نگاه کنن و ادعی را از دیرباز به این طرف در زرادخانه ها و در استخبارات بسیار پرمکر خود تربیه کردن، دوباره به جان ملت مظلوم افغانستان و خاصتاً زن افغانستان که همواره مورد ای حق حرمت و خانمانسوزی و خودسوزی و سنگسار بوده، امیدوار استم جلوگیر باشیم. به امی امید تا برنامه آیندهی که و ناگفته نگذارم که ما نوید خوب بر بیننده های عزیز امید 24 دارم که هفته آینده امیدوار استم که برنامه رویداد عنایت جان شریف، شخصیت آگاه و شخصیتی که بر وسائل و بر حوادث چیره دستی تمام داره و دوست نزدیک و قریب همگان است، با عمو شخصیت که از علاوت سرشار است و از توانمندی پربار است، در هفته آینده در انی 24 تحلیل اوضاع و رویدادها را با نحو احسنی که خاصه تحلیل و تفسیر خود عنایت جان شریف که همگان با او آشنایی دارن، ما مقدم از اونا را، پیوستن از اونا را به این تلویزیون امید 24 به چشم امیدوار و به چشم یک همکار و به چشم یک ممد این بخش مسائل تحلیل و تفسیر سیاسی میبینم که موفق و مؤید و کامگار باشند. تا برنامه آینده که دوباره به خدمت میرسم و باز امو اصل متن اجتماعی را و جامعه را و مسائل فرهنگی را حضور شما آغازگر خواهد بودم. شاد و مسرور و موفق و شادکام باشید.